اگر شما با کانال آلفا آشنایی دارید و قبلا باش کار کردید، میتونید این درس رو نبینید و سراغ درس بعدی برید. اما اگر با کانال آلفا آشنا نیستید، توی این درس ما یه توضیحی در مورد کانال آلفا میدیم. من اول میام توی فتوشاپ یه توضیح خدمتتون میدم و بعد حالا میریم سراغ فاینال کات. فرض کنیم که الان من این عکس خودم رو میخوام دوربری بکنم و زمانی که توی فاینال کات آوردمش فقط خود عکس من باشه و این حاشیه پشت من وجود نداشته باشه. من اینجا میتونم بیام و اینجا رو سلکت کنم، حالا یا با هر ابزار دیگه که توی فتوشاپ خواستید میتونید سلکتش بکنید یا هر روش دیگه که ترجیح میدید و فکر کنید درسته. و الان سلکشن من برعکسه، به این معنا که الان همه چیز غیر از من انتخاب شده، من خواستم خودم توی تصویر فقط بمونم. من میام توی سلکت اینورس رو میزنم، البته این دیگه بحث فتوشاپه. و حالا میام توی چنل، اگر شما توی فتوشاپ نگاه بکنید توی ویندو چنل یا اینجا توی چنل، ما یه آر که قرمز باشه، جی سبز و بی که بلو باشه داریم. همونطور که میبینید نویز معمولا توی کانال آبی خیلی زیاده، اما یه کانال آلفا اینجا میتونیم ایجاد بکنیم بر اساس این انتخاب یا سلکشنمون. من به محض اینکه روی این آیکون کلیک بکنم، یک چیز اینجا برای من درست میشه به اسم آلفا. همونطور که شما میبینید الان دیگه به غیر از آر جی بی من یه آلفا هم دارم. آلفا به نرم افزار میگه جایی که سفیده دیده میشه توی این عکس، جایی که سیاه دیده نمیشه. یعنی الان شما اگر دقت بکنید این مرز بین دیده شدن عکس و دیده نشدن عکسه. من معمولا توی عکس های یه مقداری هم تصویر، یعنی خود کانال آلفا رو تار میکنم، چون این باعث تیز شدن لبه میشه. این یه پیکسل معمولا تا نیم پیکسل من تارش میکنم که یه خورده نرمتر بشه این برش ما. پس ما الان یه RGB داریم، یه کانال آلفا، و همونطور که خدمتتون گفتم از طریق کانال آلفا میتونیم بگیم کجاها دیده بشن کجاها دیده نشن. حالا من اگه بخوام این تصویر رو سیو بکنم، میام روی دسکتاپم این تصویر رو میخوام سیو بکنم، چه فرمت هایی میتونن کانال آلفا رو توی خودشون حفظ بکنن؟ چون خود این فرمتی هم که کانال آلفا رو بتونه توی خودش حفظ بکنه مهمه. مثلا JPEG نمیتونه کانال آلفا رو داخل خودش نگه داره و اصلا جایی برای کانال آلفا نداره. فتوشاپ، تارگا، تیف و PNG فرمت هایی هستن که میتونن کانال آلفا رو توی خودشون داشته باشن، هرچند که خود فتوشاپ با PNG مقدار مشکل داره. همونطور که اینجا شما می‌بینین کانال آلفا من فعال نیست، ولی اگه من بیام توی تیف، اینجا شما این آلفا چنله که می‌بینین تیک خورده، به این معنا که این فرمت میتونه کانال آلفا رو اکسپورت بکنه، فتوشاپ هم همینطور. حالا من اینجا تیف رو برای شما مثال میزنم و تیف رو نشون میدم که با هم بتونیم توی فاینال کات ببینیم. من عکسم رو روی دسکتاپ سیو می‌کنم به اسم امیر و حالا با این تنظیمات و حالا اینجا میبندم. حالا من اگر داخل فاینال کات بیام و از دسکتاپم این تصویر رو درگ بکنم توی فاینال کات، شما میبینید که تصویر من اینجا هست. حالا اگر من بیام توی اینجا فرضاً بخوام عکسم اینجا قرار بگیره، میتونم این عکس رو درگ بکنم اینجا و همونطور که شما میبینید دقیقا همونطور که من خدمتتون گفتم تصویر ما فقط جاهایش دیده میشن که توی فتوشاپ شما سفید کرده بودید. پس اگه یه بار دیگه بخوایم کل اتفاق رو نگاه بکنیم، برای اینه که شما نیاز نداشته باشین عکس ها یا فیلم هاتون رو دوباره توی فانکات دوربر بکنید و حالا این مسئله رو بخواید یه بار دیگه تکرار بکنید و این مشکل رو باش دست و پنجه نرم بکنید. خب این در مورد عکس و اینی که ما خب توی عکس چطوری میتونیم کانال آلفا داشته باشیم و اصلا به چه دردی میخوره. اما در مورد فیلم چطور؟ فرض کنیم که ما الان میدونیم خب عکس ما کانال آلفا چطوری بهش بدیم و اصلا چطوری باش کار بکنیم و متوجه شدیم که میتونه یه همچین کار کردی برام داشته باشه. یه نکته دیگه که این کانال آلفا میتونه داشته باشه توی فاینال کات برای شما، زمانی که شما میخواین از ترافل مت استفاده بکنید. به طور مثال من میخوام این تصویر همونطور که توی قسمت اول فاینال کات دیدیم ترافل مت بشه روی این، در واقع یعنی من از کانال آلفای این تصویر وسط میخوام استفاده کنم برای دیدن یه قسمت از این تصویر. میام روی تصویر بالایی،
اونی که کانال آلفا داره رو پایین وسط میذارم، تصویر زیریم که پایینه، تصویر بالایی من اونی که میخوام توسط کانال این آلفا این تصویر دور بور بشه. میام روش کلیک میکنم، رایت کلیک میکنم ببخشید، یا کنترل کلیک، کامپوزیت مود، ترافل مت و آلفا. همونطور که شما میبینید ما اینجا یه لوما داریم که بر اساس سیاهی و سفیدی کی میکنه و ترافل مت رو انجام میده، و یه دونه هم آلفا داریم که من اینجا میام کامپوزیت مود آلفا رو میزنم، و همونطور که شما میبینید تصویر بالایی من، البته فکر کنم همین تصویر اگه اشتباه نکرده باشم، اجازه بدید من یه تصویر دیگر حداقل انتخاب بکنم. کامپوزیت مود ترافل مت آلفا، و همونطور که میبینید تصویر بالایی از طریق کانال آلفای این فقط دیده میشه.